هیل، نشریه رسمی کنگره آمریکا. نگاهی به حقایق موجود در توافقنامه با رژیم ایران. نوشته پروفسور ایوان ساشا شیهان از دانشگاه بالتیمور آمریکا. کنگره باید کاری را که کاخ سفید نتوانست انجام دهد بر عهده بگیرد. باید بر تحریم‌های موجود علیه رژیم ایران بیفزاید و به مسائل حقوق بشری بپردازد. این افشاگری‌های مجاهدین خلق ایران بود که منجر به اولین تحریم‌های جهانی علیه رژیم ایران شد. برای حفاظت از آنها که اکنون در زندان لیبرتی هستند، کنگره باید لایحه‌ای را در نظر بگیرد. در شرایطی که کاخ سفید در پی یک معامله دائمی با رژیم ایران است و از استراتژی شکست خورده مماشات استقبال می کند، کنگره باید در مورد عدم تمایل دولت اوباما برای مواجه شدن با حقایق تحقیق کند. یک سازش اتمی با تهران به جای اینکه صلح را تأمین کند، صلح را از دست خواهد داد. سیاست تعامل آمریکا با رژیم ایران به قیمت نگرانی‌های مطرح شده توسط همپیمانان کلیدی ما موجب سردی روابط آمریکا با شرکای جهانیش شده است. کارهایی که کنگره می‌تواند انجام دهد تا کاخ سفید را از برداشتن گام‌های اشتباه در خصوص سیاست ایران باز دارد به قرار زیر است. 1. کنگره باید قانون ایران بدون تسلیحات اتمی را به تصویب برساند. تمهیدات پارلمانی و مخالفت کاخ سفید نباید مانع این لایحه دو حزبی شوند. لایحه‌ای که تضمین خواهد کرد رژیم ایران به خاطر نقض توافقنامه‌های دیپلماتیک باید بها بپردازد. تصویب این لایحه مذاکرات را از ریل خود خارج نخواهد کرد، بلکه موجب افزایش حسن نیت در گفتگوها می شود. 2. فعالیت‌های اتمی رژیم ایران از جانب 3000 مبارز ایرانی یعنی مجاهدین خلق که در کمپ لیبرتی در عراق زندانی هستند و نیز از طریق شبکه جهانی هواداران آنها افشا شدند و افشاگری های آنها منجر به اولین دور از تحریم های جهانی گردید. جای تعجبی نیست که عوامل رژیم ایران از جمله نیروهای امنیتی عراق بین سالهای 2009 تا 2013 به طور مکرر به این مخالفان حمله کردند. تنها در سال 2013 لیبرتی 4 بار هدف حملات موشکی قرار گرفت و سلامتی 7 گروگان از جمله 6 زن علارغم محکومیت‌های بین المللی همچنان در پرده ابهام است. این حملات با نقض کنوانسیون‌های ژنو و علارغم وعده‌های آمریکا در حفاظت از آنها منجر به جان باختن بیش از 100 تن شده است. کنگره آمریکا باید برای حفاظت از آنها که اکنون در زندان لیبرتی هستند لایحه‌ای را مد نظر قرار دهد. 3. کنگره می تواند در مورد عوامل رژیم ایران در واشنگتن دست به تحقیقات بزند. توجیهگران و مدافعان رژیم تهران نباید در موقعیتی باشند که بر روی سیاست نفوذ داشته باشند و نباید آنها را بدون بررسی دقیق و موشکافانه به حال خود رها کرد. اکنون زمان آن است که کنگره کاری را که کاخ سفید نتوانست انجام دهد بر عهده بگیرد. بر تحریم‌های موجود به خاطر عدم تبعیت رژیم ایران از توافقنامه‌ها بیفزاید، به مسائل حقوق بشری بپردازد و فشار را بر روی رژیم ایران بالاتر ببرد. سیاست استمالت از ملاها موضع رژیم تهران را در زمینه اتمی ملایم‌تر نخواهد کرد.